نبی سلام حق دارد که بیافرد، افسانه می نویسد، اسطوره می آفرد. سال 2002 با کارگردان حلیم سنگین از جانب نویسنده ابراری ظاهر فیلم نامه پیشنهاد می شود که همگی از دو صحیفه عبارت بود. اما حلیم سنگین با سبب بند بودنش سری فیلم بسیار قسمه شیرین از این لایحه به گفتگو دست کشید. آنگاه همه توجه به جوانی تاجیکی که دانشکده دولتی کینماتوگرافی شهر مسکو را همان سال ختم نموده به وطن برگشته بود روانه گردید. امید میرزا شیرینوف با وجود کم تجربگی از این فیلم نامه رو نگردانید و مجسمه عشق را همچون فالی نک پینداشته به کار شروع نمود. لیکن فیلم نامه تغییرات بسیار میخواست. موافقی قصه قهرمانی اساسی بعد از آنه که در عشق موفق نمیشود از بین مردم دور شده در کوهی بلند از سردی به مجسمه تبدیل میوبد. چون رمز جانفیدایی بعدن مردم آن را مجسمه عشق عنوان میکنند. اما از سبب نبودن تکنولوژی ضروری و به واقعیت آنقدر نزدیکی نداشتن این فکر نقشه تغییر یافت. در ورزوب یک کشلاق است با نام دوبا. اونجا در تپه اوی مایده هستند. با ای پشت همون تپه منظره میتواند. این بعد مجسمه نمیکنیم. میرود خودش تنها در یک تپه میموند و دیگر کسو وای نمیفهمد. یعنی که جدوشوی امین انسان با خلق نشان میدهیم در امون تپا. این تصویر چیزی وای میشد جالب میبراید. برای امین که مجسمه عشق نومش نمیمونیم، میمونیم نوم امین فیلم عشق اول. عشق اول با نویسنده ابراری ظاهر پسند نآمد و او خواهش کرد که نام عوض کرده شود. لیکن از آنه که این قصه 85% تغییرات می خواهد او زید نبر آمد. امین ماشین، امین چایکا، امین غفور می رود برای سنم چایکا می کود می آباد. امین در چیز نبود، در امین ایکویا نبود. ایکویا در دو ورقی چیز بود. در دو ورق، در دو ورق کاغذ نوشتگی بود. فقط که بچه ها که نفهمیدن و رفت مجسمه شد. چونکه ما میگوزم اون خیلی نمی بردیم. چونکه دیدی هر یک هست هر خیلی. و دیدی ناو داشت. و کنوش نیدیم. من تلویزیون چی بودم. من تلویزیون چی بودم ممکن که خیلی کی میدونه چی کمی برام با هر کسا فکر عقیدش بود دیگر است. انتخابی هنرمندان بابای غفور. عبیدالله رجبوف نقش بابای غفور را آنگونه اجرا نموده است که کس گمان میکند این ابراز مخصوص برای او نوشته شده است. اما نه، اولا در این نقش رحماندوس قربانیان را انتخاب کرده بودند. لیکن شروع بدعی پس از ملاحظه های زیاد به قرار آمدند که نقش بابای غفور را باید عبیدالله رجبوف اجرا نماید. من مطلقا زید بودم برای بازی کردن این رول. اما یک سوال به جواب میموند که چرا از اول تهیه‌گران به این خلاصه نآمدند و یک هنرمند دیگر را ناامید کردند. این هم در حالی که رحماندوس قربانیان خود را به نقش آماده میکرد. گمان میکنم که همچون ایجادکار برای آن راضی نبودن که یعنی که با من کار کردنشون مشکل بود. یعنی شخصیتی من او را پخش میکرد. ایجادکار برای ایجادکار آزادی در کار بود. برای رئیسیار مثلا خمیر در کار است که خیلی که او میخواد همین خیلی از وای چپوتی میسازد، فطیر میسازد، چیزی که میسازد این کار بسیار است. نقش با عبیدالله رجبوف خیلی شهرت آورد تا حدی که مردم فیلم را از نامش دیده بیشتر با اسم قهرمانی آن بابای غفور میشناسند. زندگی هنرمند پس از برآمدی فیلم تغییر یافت. او برای همیشگی در چشم مخلصان به بابای غفور تبدیل یافت. هرچند نقش های دیگر هم بودند اما آنها هنرمند را تا این حد معرفی نکردند. این را خود عبیدالله رجبوف از لقمه های مخلصانش معین کرده است. وقتی که من در کوچه میبینم خیلی داد میزنند، اگه جرعت نمیکنند در پیش من. وقتی که من میرم بابا غفور سنم یافتی، داد میزنند سنم. من خفه نمیشم، خرسند میشم که آنها من را شناختند. یعنی یکم بار من از زبان بیننده ها تحقیر نشنیدم. افتخار قطعی میکنند، فکرشون را بیان میکنند.
او دادزنی و او نام فیلم گرفتن و پارچه ها از فیلم وی کردن اونا صمیمیتی هم از مردم است که دوست میدارن این چیزا. فهمه جانت بکی غفار تمام نمود نقلیات را حی کرده میتواند، اگر لازم شود با کسموس پرواز میکند، با کسموس. سنم او با عمر شما ارچه نمونده است. در فکر من می خیل بود که تو سینی یعنی که آی 13 ساله شده تو سینی 22 ساله باید با زیبی همین تماشوبین باید با زیبی عاشق شوند. آی سینی 27 ساله تو سینی 70 ساله باید با سنم عاشق شوند. لیکن پیدا نمودنی چونین زیبا سنم وقتی زیادی را در بر گرفت. زنهای بسیاری ارزوی سنم شدن را میکردند، اما کارگردان کسی تماما دیگر را انتظار بود. وای باید چهره همین تاجیکانه داشته باشد و چشمانی کلان داشته باشد و همین نگاه میکنی سراز عاشق همون سنم میشود، همون تماشابین. تای اگر باوری داشت که بانوی میجوستش رو هر چیز زودتر پیدا میکند، تعریفی زنی زیبای امید میرزا شیرینف رو با تئاتر دولتی اپرا و بالت آورد. در اومدم تئاتر وای میخیل در او میکنم و وای دیدم خودم با وای عاشق شدم. یعنی که عاشق من در چیز نبود که عاشق تصویر همون زن بودم. من فهمیدم که این در جواش هست. ارغوشگری زیبا و خوشقامت و نازنینه که دل هزارها بیننده را با رقصهای جذابش به وجد آورده بود، آن وقت سر گهواره می نشست و با فرزندش الا می گفت و در فیلم نقش آفریدن بعد از چندین سال حتی در گوشه خیالش هم نبود. سوریگل قربانوه دعوت کارگردان را رد نکرد، اما او باید از شوهرش اجازت می گرفت. گفتن که ما دل شوهرتون نمییابیم. بعد آمدن خانه با شوهرم مسئلیت کردن و اول روست که روزی نبودن و بعدتر روزی شدن. نفرانه که با شنیدن نام سوریگل پیش نظرشان ارغوشگری زیبا و خوشقامت را تصور میکردند، پس از برآمد فیلم مجسمه عشق دیگر او را نه ارغوشگر بلکه بیشتر همچون هنرپیشه با استعداد سینما قبول کردند. او نیز مثل ناتالیا ورلی با یک نقش خود را قربانی کرد، یعنی مردم غیر از سنم او را دیگر در یگان نقش شاید قبول نمیکردند. از این هنرپیشه گوه رنج هم میکشد. همیشه حالت های میشه که در کوچه میروم و با خورسندی یکون کس میبید سنم میخوان گپ زنن. بعضی وقت این برای من آرامش نمیارد. نقش به هنرپیشه تا حد تاثیر رسانید که نامی اصلیش را بسیاری ها فراموش کردند. او را حتی همسایه ها و همکارانی سنم گفته جیغ میزنند. در کوچه ها باشد او تماما سوریگل نیست. می بیانو اپای سنم غفور امیتری گفته گپ زده رفتن میگیرم. گوسفندان رو سردی؟ چرا با چشمان من این طور نگاه میکنی؟ دختر بیناز نمی شود، آش بی پیوز. پس از مجسمه عشق برای سوریگل قربان و نقش های اپیزودی در فیلم های غیر کسبی پیشنهاد می شود و بس. تا کنون برایش یگان نقش نصیب نگشته است که او را در سطح سنم معرفی کرده باشد. امروز هنرپیشه در فیلارمونی دولتی بچگانه کار کرده و دوستداران رقص نازکی های این هنر را می آموزاند. فیلم سه قصه عشق را پیش روی ما میگذارد. عشق غفور با سنم، نعمت با زیبی و زیبی و معلم. یعنی کارگردان را میبایست باز جستجو را ادامه بدهد. اما این نوبت کارش مشکل تر شد، چون که او یگان نامزد نداشت و نمیدونست که نعمت و زیبی اش را از کجا پیدا کند. در جستجوی نعمت ماهی اکتبر سال 2002 نکروز شو محمدشایف پدرش را از دست داد. زندگی برای او و آیلهش خیلی دشوار گردید. نکروز شو 12 ساله روحان عذاب میکشید، اما با گذشت 6 ماه تقدیر تحفه عجیبی را برایش هدیه کرد. سال 2002 او با سرنوشتش مبارزه میبرد و کارگردان فیلم مجسمه عشق در جستجوی هنرمند بود.
مکتب 21 میرفتیم، مکتب چند بود؟ مکتب 6 میرفتیم، مکتب 20 میرفتیم. لکه نعمت من چی خیلی دیدم. نعمت در اون اولاد دیدم که روش دیگر طرف بود. فقط چیزی سرش دیدم. او پشت سرش می دیدم و قطی بچو در چیز اولی، در اولی مکتب بوزی داشتن. من همین خیلی دیدم که همین خیلی چی استا روی خود گردون طرفی من. من اوجه از چیز گردوندن چیز از سرش گفتم من همین بچه قهرمان ما است. Как раз в этот момент он раздавал тетради после проверки контрольных работ. И посмотрел на него и сказал, вот этот мальчик, кто такой? Ему говорят, вот это наш ученик, Мамашуев Некрус. Можно его к нам на беседу? И он пошел, они вышли в коридор. И он говорит, вот мы снимаем фильм о судьбе мальчика и так далее. Ты подходишь на эту роль. Ты согласен? Он говорит, ну, давайте попробуем. Вечером он пришел домой, рассказал мне эту историю. Я говорю, ну, а как ты будешь сниматься? Ты же никогда даже не занимался ни искусством, ничего. Он говорит, ну, можно попробовать. После выхода фильма, конечно, жизнь моя круто изменилась. В это утро я вышел, как обычно, пошел в магазин, и по телевизору показывали впервые вот фильм наш «Муджасама Ишк». И люди, которые знали меня последние 13 лет, как сын там, ну, сын простой и сын соседа, и ничего больше, вдруг на меня стали смотреть совсем другими глазами. Когда вышел этот фильм в эфир, я вам просто, ну, я даже не знаю, как это можно выразить, но я просто плакала. Потому что я даже не представила, даже не могла себе представить, что вот мой сын может так сыграть. Как профессиональный актер, ну, действительно, как профессиональный актер. И там были сцены в фильме, когда вот, если вы помните, когда там учитель бьет его в машине, все мои родственники плакали. Они были под таким впечатлением, что как будто бы это на самом деле происходит, и все знали, что он без отца, и это было очень тяжело, конечно, для всех. Ну, в общем, эффект картины, я так думаю, был для нас очень удивительно. همین طور زندگی نکروزشو با قول از نو شروع گردید. پسرکی اودی توجیک یک و یک بورا با ستوره کینو تبدیل یافت. نکروزشو امید داشت که نعمت رشته پیوندش با کینو می شود و او باز در بسیار فیلم های دیگر نقش می آفرد. اما این طور نشد. Так получилось, что моя старшая дочь уехала в Россию с супругом, вышла замуж, я ехала туда. И поскольку мы остались как бы без кормильца, да, можно так сказать, она взяла на себя ответственность по воспитанию братишки и сестренки. Взяла на себя ответственность. Поэтому как они закончили школу, и дочь моя младшая, и Некрус, они уехали туда. На сегодняшний день я живу в очень красивом городе Калининград. У меня растет дочка, я очень счастлив. Работаю, занимаюсь спортом, в принципе, как и все люди там. Мы гуляем, ходим в кино. Ничего сверхъестественного. Некрусшо Мамачоев соли 2012 дар сини 22 солаги бо ҳамкурси худ оиладор шуд ва имрӯз онҳо соҳиби духтарчаи дуструе ҳастанд ва барояшон ба воя расонидани ӯ аз ҳама муҳимтар аст. Никаких, скажем так, творческих планов я пока не строю, вот от всего отказываюсь. Жду не дождусь, когда меня пригласят на съемки второй части нашего хорошего фильма. Зебо санам зеби. Хай хай булакам, джон бу булакам, джоно нашу мою, орень, джоно нашу мою. کارگردان در انتخاب زبی شرطهای خود را داشت. برایش دخترک لازم بود که در فرقی عده سنم باید چشمانی خور داشته باشد. نامزدها خیلی زیاد بودند، اما هیچ کدامی به تهیه‌گر پسند نیامد. همین طور زمانی نوار برداری فیلم نیز فرا می رسید و همانو از زبی خبری نبود. همگی تا ثبت یک روز دیگر باقی مانده بود که او را از تئاتر پیدا نمودند. و
بای دختر در تئاتر همکاری میکرد است و هم در نقش مونده استند و رول بازی میکرد است. من اومدم و دیدم مقبول شد. بعد گفتم آقای علیشهر تلفن کردم گفتم آقا پگاه یک بار و میخوریم همین آدم بیاید یک بار نوارش بگیریم یعنی که آزمون پروبا گذرد. یکی وای صورتش گرفتیم تماما موافقش اومد. مایسرا ماماجانوو نیز چون اکروزشو اولین و آخرین مرتبه در همین فیلم نقش آفرید. پس از ثبت مجسمه عشق او خانه‌دار شد و میانی اویلا و سینما خانواده‌اش را انتخاب کرد. هرچند از ثبت فیلم 15 سال گذشته است اما سیمای مایسرا قریب که تغییر نیافته است و امروز او مادری سه طفل دوسروی است. دوست می‌دارم تو رو. نکروسیو نه فقط در فیلم بلکه در پشت صحنه نواربرداری نیز واقعاً عاشق شیدای میسره شد. از یک طرف اگر این برای حسیات رو در نوار کینو نشان دادن خوب باشد، از جانب دیگر کارگردان در تشویش بود. وای دخترم من میگفتم که دیگر نزدش نرو، خطیش گپ نزن. وای چی قدر وای دختر از وای دور کردم، همین قدر در دل وای همین دل وای جوش میزد. Я влюбился в нее, конечно. Я не смог удержаться, потому что она была очень красивая, она была еще и старше меня, и для меня это было, ну, я не смог удержаться, скажем так. На мой взгляд, я думаю, что именно вот это чувство мне очень помогло в, скажем так, моей работе. Потому что я думаю, что на экране всегда видно, когда человек, ну, обманывает или не обманывает, я не знаю, или плохо играет. Но в моем случае именно вот это мое чувство влюбленности, причем очень сильное, да, я действительно в нее был влюблен, оно мне помогало, безусловно. Я ее видела много лет спустя. Тогда она работала, по-моему, в Садбарге продавцом. Я ее случайно встретила. Разговорили с ней, она такая счастливая. Так что да, было такое. Начинался, наверное, какой-то роман. Ну, для него. А она, наверное, это всерьез не воспринимала. در وقتی نواربرداری صحنه اعلان فیلم تایگران و هنرمندان با یک حادثه ناگهانی روبرو شدند. همان زمان شوهر شونده میسره برش که زیاد و قهر و غضب به مکان نواربرداری آمد. اولین نفری که او میخواست همراهش صحبت کند معلم بود. مراجدین اصایف را به قول دویل انتظار بود. چگونه او این حالت ناگوار را پشت سر کرد؟ شاید خودشان به ما میگویند. رشک بالا میگیرد میبیند. جان جان جو خستم رفتم تو نزدیکی رسیدن علی شیر امید گفتم که مبادو یگون جنگ شد زدن میزنیم شما کامیرا گیرون کنید یگون لحظه فیلم در کار میشه رفتم به همون خی ادمی زود از هر چی شدنش ممکن باید گفته نمیشه و به همون نیت جنگ اومده است نه رفتم سلام علیک کردیم فهموندم شونو پروستم هم بچه خوب است میشناسم انا این دو برای رفتار خوب است اکنون رو نرو از بیرون پشت نخندید چی میخندید برای اجرای نقش معلم نامزدها خیلی زیاد بودند نزدیک 70 نفر از کاستینگ گذشت اما یگان تای آنها تا به آخر تاپ نآوردند بعدا توجه کارگردان رو نواربرداری فیلم علیشهر نگمتوف به نطاق اداره اخباری تلویزیونی تاجیکستان مروجیدین اسایف جلب نمود پس از واخوری با امید میرزا شیرینوف او به یگان مانع نقش معلم رو صاحب گردید معلم در اجرای او خیلی موفق برآمد حتی مروجیدین اسایف رو بعضی بیننده ها برای سختگیری و رقیب نعمت شدنش بد میدیدگی شدند یکی میبیند گپی قبیح میزند اونم تحمل میکنیم و باطنان خرسند هم میشیم که تو جای نقش اجرا شده است توانسته که در دل همون یک نفرت پیدا کنیم که به همون کودک در افتادی میگم برای چی باید زدید دیگر بیان همش تحمل میکنیم اصلا ما از پای قلمی همون فیلم نامه‌نویس رفتیم
پایتخت کشور شهر دوشنبه میزبانی چورابینی سطح بلند اوید به دستالای بین المللی عمل او برای امروز مهرجیدین اسایف محرر و نطاق اداره اطلاعاتی رادیوی تاجیکستان بوده با دعوت کارگردان ها در سینما کم کم نقش میفرد. پس از مجسمه عشق باز او را در فیلم افسانه زندگی دعوت کردند. فیلم تو مخصوصی؟ هم مخصوص. معلم آنقدر عاشق سخت است که برای دختری زیبای دهه‌اشان را صاحب گشتن از هیچ چیز و هیچ کس نمی‌ترسد. مثلا وقتی از نزد زیبی به خانه برگشتنش دو جوان سری راهش را گرفته می‌خواهند او را ترسانند که از دختر دور باشد، اما او چنان از خود مهارت نشان می‌دهد که جوان‌ها پسشان را نگاه نکرده می‌گریزند. شما توجه کردید بیننده‌ای عزیز که این سنگ را چند پیش دو نفر با زور به حرکت درآوردند، اما معلم آن را چنان می‌بردارد که گویا این سنگ نباشد. رسام همون فیلم هنری خود را نشان داده مانند سنگ می‌سازد و درونی را پر از چیزهایی که باید سنگ مانند باشدند، ولی از سنگ اصلی سبکتر می‌سازند، رنگ می‌کنند. اون جایی که اون دو نفر سنگ رو تله میدن اون سنگ اساسی است و اون جایی که من سنگ رو میبردارم اون همون بوتافوری است که دلر محتاج افتو. این هنری وای است، این اسرار فیلم است. در فیلم هنرمندان نقش های اپیزودی نیز خیلی زیادن، از جمله خود کارگردان رو نیز در یکی از همین گونه نقش ها دیدن ممکن است. خوش بودی نمیدی؟ بله شرفت. در این ابراز نیز هنرمند انتخاب شده بود، اما از سبب سری وقت حاضر نشدن به میدان ثبت کارگردان را لازم آمد ناعلاج ابراز مذکور را خودش اجرا نماید. اقشلاق آدم ها را گرفتم و یا نتوانستم. بعد من گفتم که چکا کنیم؟ این اگر وی نمیدارم امین میدان ده میسوزدم اشان. ای امین پوچکورا توب دوده در اومدم. انتخاب موزه های سب بعضی صحنه های فیلم در نقطه های گوناگون شهر دوشنبه و قسمی بیشتر در دهه دوآبای ناحیه ورزوب ثبت شدند. از آنی که قسمی زیادی واقعه در روستا صورت می گیرد، برای تایگران پیدا نمودن دهه موفق و حتما که نزدیک به شهر دوشنبه کمی مشکل تر افتاد. علی شهر نگمتف و کارگردان فیلم را تعریف دهه دوآبا به سمت ناحیه ورزوب آورد. گفتن که یک دوآبا هست، همجا نزدیکتر هست، کم خرج هست. همجا بناور گیریم. ما یک مرتبه اومدیم و همین با ویدیو کامیرا همون منظرهایی که در اینجا هست و ما در اینجا حضور داریم همون را ثبت کردیم. از روی سناریو گرفته هر یک پرچه، هر یک خانه‌ای که قهرمانو باید رول می‌بازیدن همون خانه را تقسیم کردیم. من مثلا حضور ما در حوالی بابای غفور نشستیم، همین را مخلوق کردیم. بعد گرفته قید کردیم، بعد پایان رفتیم اونجا با خونه زیبی رو انتخاب کردیم. یک کوه در اینجا هست، همجا کوه گرفته همین انتخاب کردیم و بناور گرفتیم و همش از روی سناریا تقسیم کردیم که با ما در ثبت فیلم با آسان‌تر شود. گروه اجادی برنامه ما نیز یک جا با امید میرزا شیرینف و علیشر نگمتف راه گرفتیم سوی دهه دوآبا تا از نزدیک با مکانهای ثبت آشنا شویم. در راه دوشنبه خوجند انیقترش در گردش محله چارباغ ما از مکانی که صحنه خواب نیمه ثبت شده است دیدن کردیم. اینجا رو از سبب آن انتخاب کردند که در پس منظر دهه های زیبای کناری راه نمایان باشند. همان سال این اسب و فایتون در نقطه های تماشابابی شهر به مردم خدمت می رسانیدند. تایگران فیلم آن را برای ثبت همین صحنه برای یک روز به اجاره گرفتند. حالا اینجا ساختمان رفته ایستاده است و شاید به نزدیکی از آن پس منظر درک نماند، اما این نشانه ها تا دیر باز از فیلم یاد خواهند آورد. Thank you.
باز رو همان رو ادامه دادیم و آمدیم تا درآمدگاه دهه دوآبه. پیش از درآمدن به دهه ما باز از مکانی که سه صحنه فیلم در آنجا ثبت شده است دیدن کردیم. البته افتومبیل ما مثل افتومبیل بابای غفور تعمیر طلب نشد. فقط خواستیم از ثبت همین صحنه کمی یادآور شویم. ای چی شد؟ در آن همین مکان شما که از صحنه های اساسی فیلم هم گیم خطو نمی کنیم، صحنه ای که ماشین از کار می براید ثبت کرده. چرا ما از همین مکان رو انتخاب کرده؟ با من ثبت همین صحنه چگونه جرایم گرفت؟ این موافقی امون صحنه بود. برای چی؟ اولش در همین جواب است. دومش اینه که برای ما بسیار جای کفایه بود، یعنی که این یک جایی که بود که کار ما را آسان میکرد از جهت تکنیکی، فهمیدید؟ اول اینجا برای است، بعد دریا است، با اون طرف طبیعت کامیرا امون چیز هم میگیرفت. پس از صحبت معلوم شد که افتومبیل تمغه چایکا نه فقط در فیلم زود ویران میشده است، بلکه در پشت دستگاه نوار برداری نیز این حالت خیلی زیاد روی میداد. فقط هم ماشین خطی ما عذاب میکرسیم، همی که نبود، فقط همون یعنی فقط ویران میشدن باشیم؟ نه همون بایش هم رادیاترش جوش میزده، فقط هم باید در حقیقت، در حقیقت همین خیلی بود، همین مورد شد بود، فقط میدوشیم. شاید همون سخنی استاد بایدلو رجب بود که از پنجکن تا اینجا چند بار باید اینه نخدو، نخدو، یعنی چیز میگن که امون اولاد ده، امون اولاد ده گیدم که ماشین میجوشد، بالونش پستن میکفد، بعد گفتیم که این صحنه را میخیل میکنیم که این سر باید میگرفتیم صحنه را، این تکست ها یعنی که همین چیزش ها دیالوگ ها در امون جو پیدا شد. وقتی لب آب با میرم آب من اقل چکور، بعد من اقل همزه روز باید اتمن رفتیم، نشهدی سخ رفتیم، بعد به حضور اگر فروی میگفتیم همین لب آب با رفتم که از خفای ما گفتیم که قطعت عجوی میشد، قطعت عجوی میشد، یعنی این را چونکه میکنیم که با ما همون خفا گردوندم و من گفتم در کار باشم میگلتم، ولی که شرط نیست که من خودم گلتم، همین اگر در سیناریا همین افتاد اگر من میافتم، بعد با دیگر دوبول گرفتیم یک خیلی نه افت مایلش همیشه میکنیم. در این مکان باز یک صحنه دیگر هم ثبت کرده. او یک صحنه دیگر امین جوری است که نعمت انمین قد قد همین درخت ها می بیاد، بعد همین درخت بود در فیلم بینه. همین درخت بود، همین در تگ همین درخت های او طرف میشیند. من نمیدونم برای چی امین صحنه برای من بهترین بود، چون که این استیوت و امین آرامش رو یعنی که امین جوش زدن چیزا میبینه آبا آجا در یک کادر است که من آبا نشان میتم چه خیلی با جوش میزند. برای چی؟ یعنی که در طرف آرامی خودش شیشت، یعنی آرومی هم داشت، لیکن در دل وای یک چیز داغ ماند. در همین جا با صحنه که نعمت رو ماشین میزند ثبت کردند. انا این ماشین هم اومد. وقتی که سربچه میدود اینجا و من این رو نکدم، من همین رو میدود و اپشتش ماشین با حرکتی سرعت بلند خطی حرکت کردی. از یک 10 سانتی متر گفتیم 10 سانتی 15 سانتی متر کم اکاک چیز بود خودمون هم ترسیدیم نه کم اکاک چیزی وای گفت که دهشتناک بود. همین تر ما از بالای پولی که برای مخلصان این فیلم بگونه نیست گذشته به دهه دو باوری شدیم. امید میرزا شیرینوف و علیشر نگمتوف پس از ثبت فیلم باری اول است که به اینجا می آیند. با گفته اونها در این 15 سال سیمای دهه خیلی تغییر یافته است. شخصا من در اومده همون از روی که همون
کوه ها هستن همین در فهمیدم هم بلندی که نعمت همجا گوسپندو شو میچرند در فهمیدم از پوینم باشد فهمیدم لیکن دیگه اینجا همون تماما دیگه خیلی شد هم مدت 15 16 سال هم اجو خونوی وزرا زمانه این قشلوق همین قدر فورم چی قل خیلی فورم بود اما قدرم فورم است در دین من هم خونم نبود لیکن این چیز کما کک تنگتر شده است از درآمدگاه دهت تا مکانهای سب ما راههای پست و همواره را طی کردیم و بالاخیر رسیدیم به مکانی که صحنه توی را در آنجا سب کردند آنا همین کوچه همین جدا ماشین ها می ایستادند یعنی که اینجا امسایه ها می ایستادند همین که وقتی که داده آن تپچه بود این دیوار نبود این دیوار نبود همون دیوار سیستم بس کنم همین دیوار که همین خیلی عروس دویده عروس می دود می بیاد این نعمت همین کارا کرد نعمت من می دانم اوه نعمت همین استالبه همین استالبه را دیده استالبه نعمت همین استالبه ای با می گوید بچه ها شما کجا رفتید شما همین توی ویران کرده کجا می دوید رسیدیم به خونه زبی در این حولی از آنچه که ما در کینو دیدیم تغییرات های خیلی زیاد به نظر می رسند چرا مثلا ما از خونه زبی همین جورو انتخاب کردیم؟ برای چی؟ تپا در بلو تپا است در بلو تپا است در پایان خونه است ما همین خونه به در آمدیم قطعی یکه علی شیر با گفتیم که این ماشینه میمونیم که آی کران آی تپا سر میکنیم همین چیز سرشوی کادره این با پایان هر وقتی که این فیلم رو تماشا میکنیم و با یاد میبریم که همین فیلم در حوالی ما گذشته گیر این حوالی بود بسیار دگرگونی ها شد بعد این فیلم امروز این حوالی در دهه دوآبا با تخلص خانه زیبی شناخته می شود یعنی اگر شما به اینجا آید و خانه زیبی سراغ کنید همه به شما اینجا را نشان می دهند ما باز رو همان را ادامه دادیم تا از حوالی که صحنه های خانه غفار ثبت شدند دیدن کنیم بچه می بیاند که بعد بابای غفور نگاه می کند همین را قطعی می بیاند نعمت برای او قطعی این صورت خونه خود می راد این بعد بابای همین نگاه می کند این موسیقی دلیر نظر سر می شد این دو گوز گوز گولا و این همه گیرد و همین صدقه جای همین دیوار بود بعد همین خیلی می گیرد صدقه را بلو می کند اینجا غیر از حولی باز بعضی نشانه های دیگر از فیلم باقی ماندند همین کنه حاضر که این که نشان تن اقشلاقای دور اولادا میگن آه کنه خانتان نشان دازد تماشا کنه باید میمانند تماشا میکنند همین روز پنج بارم که مانند همین گودکا تماشا میکنند زهاب میکنند منظرگل عظیم و یک ساکینی همین ده حیات میورد که چگونه وقتی سب آنها را میگفتند که زیاد رفت و آمد نکنند. ما همسایه دور بودیم. از دور تماشا میکردیم. از دور نگاه میکردیم. ولی اینجا ها نمیدر اومدیم.
نغز برآمد کردن، نغز استودن، خیلی خیلی نغز اینجا دوام شو رفت. بسیار مردم مهربان بود. خوب در وقت فیلم میقدر ریسیار عذاب میکشد، یاردمشو عذاب میکشدن، اونو تماشا میامدن. خیلی این چیزی قابل قبول است در همه جا. بعد که فیلم استوب میشد یا که کادر عوض میکردن یا که لباس عوض میکردن یا گریم اصلاح میکردن، میامدن صحبت میکردن که انا اینا اینجا در شما خاطر اینا خدا مثال خوب صمیمی گپ زدن ممکن است در راه رو میبینیم و جرأت نمیکنیم. ما هفتم نیم و ما زمینی هستیم، انا ما در خدمت شما هستیم، شما هستید که ما هستیم. زمانی که فیلم در اینجا ساب میشد، اکای انور باید فرزند دویمشون دلشاد رو خاندار میکردند، اما سبب طول کشیدن نواربرداری در این خاندان توی موقوف گذاشته شد و این مراسم خورسندی در خاندان آنها تنها بعد از گذشت 3 ماه ثبت فیلم برگزار گردید. و اینجا هر یک باشندگان این حول این خانه خاطره های خود را دارند. یک نفر دیگرشون قصه کرد که چگونه مادرشون نان گرم میپخت و هنرمندان و تایگران آن را با جرغا تناول میکردند. خب در انا اینجایی که ما بیننده های عزیز حالا نشستیم و بابای غفور گوسپند ها را محکم کرده بود و کارتهایش را تیز میکرد و آمدنی سنم را انتظار میکشد. از آنچه که ما در فیلم دیدیم و حالا اینجا میبینیم، فکر میکنم قریب که اونقدر چیز تغییر نیفته است و انا این توت باشد همون وقت نوشینونده بودند و امروز بزرگتر شده است و اکنور میگوید که این تود رو هیچگاه نخواهد برید چون که این خاطره از فیلم خواهد ماند. رفت تو بشرت، یمان نبینم. رفت تو، دلم، دومت، برو بجم، یا فقط حتی زنک ما کار داری، برو بجم. گم شو از اینجا، گم شو بگم. هنگامی برآمد از دهه بازخواستیم از حولیه که ثبت صحنه های خانه سنم در آن صورت گرفته است دیدن نماییم. راستش ما کمی راه گم زدیم، زیرا اینجای ها تماما دیگر شدند. خانه های نو و کوچه های وسیع و هموار منظره سال 2002 را از نظر کارگردان دور میکرد، اما بالاخره ما آن را پیدا کردیم. حولی قریب که در همان حالت است، فقط امارت را کمی تعمیر کردند و بس. دروازه، حمام، درختان، آب و تز هم نشانه از فیلم باقی ماندند. این حولی را نه تنها با نام خانه سنم میشناسند، بلکه صاحبانی آن را نیز سنم و غفور نام گذاشتند. از این آنها افتخار هم میکنند. آقای مراد، من این ماشین برای خودم نمیخرم، برای خودم نه، من این ماشین برای سنم جان میخرم. چایکای ستاره. تایگران میخواستن بابای غفور با سنم ماشین توفه کند که غیر عادی و بسیار کم نظیر باشد. از این رو آنها این افتمابیل رو انتخاب کردند. امروز حلیم سنگین پس از فیلم باری اول با این ماشین و میخورد. بسیار عذاب میداد من از همینجا تا اون جای کردن همین دک 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 با اخری یاد گرفتیم. همین گزا کم کم سختر جیخدن در کارون دست. اون وقت هر کس های کردن نمیتونید با اودن نمیگیرید. ما اونتان برای تا نمی جوش بمانیدم با همون جای میکنم. نیکی بعدی که یاد گیرتم آنسا خودم های کنم لحظ. ماشینم او هم مثل غفور عصرش گذشتگی است. بفهمید شما این بسیار بازیافتی خود رئیسیار هستین. یعنی ماشین زیبا است، ماشین خوب است. غفور هم انسان خوب است، انسان صمیمی است. ولی زندگیش آمد نکرده است مثل همون ماشینی که در اونجا است. این افتمابیل انیخترش افتمابیل تمغه چایکا سال 1965 استحصال شده است و از سال 1980 این جانب در کیناستودیا دولتی تاجیک فیلم نگاه داشته می شود و افتمابیل در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد و قریب هر سال در نمایش افتارتر دوشنبه اشتراک می کند و نمایش گذاشته می شود و بیشتر دقت مردم را از آن که در فیلم مجسمه عشق استفاده شده است جلب می کند. غفور چیجاب؟ یا باک مکسویت ابراتال مویم رویم باز پاسو کورو برامو کجا بروی تو؟
از پسی تو کشاله شده گردم. چی تو که از پسی من کشاله شده گردم؟ همین رفتن گیر من برای سنم جان ماشین خریداری بودم. ماشین چی شده بلو؟ ماشین سری گوره برم کنم شما سرم ماشین از سرم بودم. سوری تو رخ سوری تو تو هنرمندان ایجادکار من بنده آن کسی که ذوق دارد برگردن خود ز عشق طوق دارد تو لذت عشق و عاشقی کی دانی این باده کسی خورد که شوق دارد باور کن این بچه استعداد خداداد دارد در فیلم صحنه هایی که از جانب هنرمندان پیشنهاد شدند خیلی زیادند و اکثرشان سبب برد فیلم هم دانسته می شوند هر یک انسان یک کمبودی دارد برای آنکه در نزد سنم این سالم و بردم نماید فرض کردیم کم کم میانش درد میکنند اصلا این طبیعی است این چیز یعنی من همون وقتم درد میکنم حاضرم درد میکنم بعد من گفتم یک جایی باشد که ما بعضی کمبودی های همین غفار نشان تیم بعد بیگانی وقتی که خانهش میاد یک خانهش و یک سری قاقش تمام میگرد هیچ کس نداره نه یک فرزند است نه یک شخصی است که از خانه او در رایت برای او یک چی آماده کند تیار کند همش خودش میکند بعد همون نمک من در آوردم که گفتم امی جان بیا همین میانی همینه یک بار زندگی همینه نشان میتیم نمک من داغ میکنم خودم داغ میکنم در وقت میپیچارم چون دید است همین در وقتش به بیبی شد دید مادرش شد دید است که هم خیلی میکنه همین خیلی خیلی همین چیز قبول شد اینم مانده میم در ثبت همین صحنه مهراجدی نصایف نیز پیشنهادی با پای نعمت بند بستن رو کرد امید راضی شد با پای نعمت بند بسته او خودش رو هم خیلی هوا داد درونی او همون لحظه بود که 4-5 ثانیه در حال بیرونش آوردیم و بند کشده سرورش رو خوش کردیم صحنه های قربانی در فیلم صحنه های بریده شده یا خود قربانی خیلی زیاد بودند. این رو ما هنگامی صحبت با تیگران و هنرمندان معین کردیم. برای امان معلوم شد که در یک از همین گونه صحنه ها هنرمند اصلاح شو رحمت لایف نیز نقش آفریده بوده است. همون وقتی که اماش نعمت از خونه پیش میکند برا میبروید. دست اشاره میکند یک شفیوری ماشین برکش میستد امین شفیور امون اکای اصلون شو بازی میکرد ای بعد بسیار صحنه جالب اومد اجایی بارون میبارد امین تا اینو میرم بارون بریزده ایستاده امین چیزا کار میکنند یعنی که چیزای ماشین شوتکای ماشین کار میکند یک صحنه چیز بود یعنی که دلسوز بود یعنی که آدم میبید دل میسوزان از برای چی؟ اول پسر بچه را یعنی که وای کردن اماش وای گفت که دیگر خونه نبیو دومش که امین اشکای امین بارون اشکای امون بچه بودن یک چند صحنه دیگری بابای غفور نیز اختصار شده است یک صحنه دیگر بود با خودم بسیار معقول بودم اون صحنه صحنه بود که یعنی که همتون نگاه کنیم اگر زندگی پس پردگی بابای غفار یعنی که اون که از نظر مردم پنهان است یا زندگی سگ برای داشت همه کجا که خوراک یک میافت خیلی میخورد یا که باید میکرد خودش هم تیار میکرد نمیکرد و ما همینه در فیلم جا کردیم و نوار هم گرفتیم و همین بود که در وقت خواب کردن همون شنیل عسکری پشت و پناهش همون چیز بود و رمزی هم بود آویزون بود در یک کنچه که خانه می آمد بالای همون گلیم و اینطور حلقه می زد اول جا برای انتخابی جایش تو چرخ می زد چرخ می زد نیم دوره می گشت و بعد هم تو کلونه می شد و هم تو شنیرش از سری می خم تو می کشید و می افتید بالاش با
هم تو آستینش را تگی سر میکرد و این طرف گلیم بولاش به هم تو میپرتفت و هم دوتارش را گرفتن کودک برین یا یک شخصی از همه نزدیکش برین یا که محبوبهش همون را در بغل میگرفت همه کرد و آغوش میکرد و خواب میرفت یعنی این باطنی قهرمان من بود شاید از سبب کم دور شدن از موضوع اساسی باشد که باز چندی نوارهای جالب فیلم رو ما نتوانیستیم تماشا کنیم. مثلا پایدنهای پای در پای بابای غفور سنم رو. این گونه صحنه ها بودند اما متاسفانه در فیلم راه نیافتند. خواستیم این صحنه ها رو به شما نشان بدهیم لیکن کوشش های ما برای پیدا نمودن حالت های پشت کادری فیلم به نتیجه برآمد. در هیچ کجا مواد های خام فیلم رو پیدا نکردیم. میخواهید قسم دوم فیلم روی اکران براید؟ براید با جان دل من نه نمیگم کو بینیم کو غفور چی شد در این مدت چی شد و کی شد نقشی من که اونجا تا یک اندازه با بیننده ها اونقدر معقول نیست با قول گویی همون هم من میخواستم کمکک تغییر دیم Было бы очень интересно, потому что я как простой зритель, вот если я смотрю какой-то фильм, и мне он понравился, то, естественно, я жду продолжения. Я хочу посмотреть, что дальше происходит с актерами. Мы хотим, чтобы Тарзи наушал. Масалан. Масалан. Как он на викаре должен наушал? من فکر میکنم که همین فیلم به آخر رسیده است چون که علاقه مؤلف سیناری این فیلم در حیات نیستم دوامی همون فیلم باید همون چی نیتی که داشته باشه به نیتاشون رسن بابای غفور به مقصدش برسن شاید در قسمت دیوم بابای غفور در اصل باکی اولادار میشود با همون زنی که در این فیلم نقش آفرید از بسنم باشه تماشا میکنم که میخوام بارو که بیاد حیاتی دهود بود های باشد میبینم فیلم مذکور زمان پیشنهادی بیننده ها گردید که فضای سینمای تاجیک یک کم خالی بود و مردم هم تشنه ژانر حجو بودند. از این رو زود معروفیت پیدا کرد و به دل میلیون ها راه یافت. اما ما خواستیم فهمیم که مهمترین دلیل موفقیت فیلم در چی است؟ موفقیت فیلم در چی است؟ در قربانی کردن خود قربانی کردن خود جان خود فدا کردن جان خود با امین کسب اگر امین خیل نباشد هیچ چیز نمیشد من ندیدم که دو تیپش یا که دو قهرمان نه قهرمانی دو اپیزود یا که دو شخصیت یا که دو آدم به هم مانند نیست در فیلم این موفقیت خود رژیسور است رژیسور اون دوره جوان بود کاری دویومی او بود ولی خیلی خیلی پخته بود رسیده بود دانش خوب داشت زندگی را خوب میفهمید فلسفه زندگی پسیکولوژی مردم نقش میفهمید این موفقیت خودی وای بود رئیسیون بود از رفتار او از مناسبت او با همکاران با گروهی نوار برداران با هنرمندان پیدا بود که فیلم موفق می شود. من این را با باوری کامل گفتم می توانم که از روز اولی نوار برداری شروع شدم از روز اولی که من با امید هم صحبت شدم دیدم که در باطنی او یک جوهری هست که نهفته و یک روز پیدا می شود و همین خیلی هم شد که در